حرفی هم بفهمی خودتون. همه بپرسن ببینم سوال دنبال یه سوالی بود خیلی سوال تکراری نباشه. خدمت شما عرض کنم که آقای هاشمی رفسنجانی طی گفتگوی اعلام کردن که حاضر از قدرت کنارگیری بکنه. با توجه به اختلافی که بین حضرت عالی و آقای رفسنجانی وجود داره، می‌خواستم نظر سریع و شفافتون رو اعلام بکنید که استقبال می‌کنید از کنارگیری آقای رفسنجانی از ریاست جمهور از مناصب دولتی که دارن. خدا معذرت. حسینی هستم از خبرگزاری پانا. خیلی ممنون. سوال بعدی. بعدی ما تشریف بیارن جواب دادم دیگه از شما تشکر آقای رئیس جمهور. وزیر نفت اخیراً اعلام کرد است که کشور با نفت کمتر از 65 دلاری هم نمیتوان اداره کرد، در حالی که حضرت علی پیش از این اعلام کرده بود که میتوان کشور را با نفت 5 دلار هم اداره کرد. آیا همچنان به حرف خود اعتقاد داری؟ ببینید این دو تا حرف در دو موضع متفاوته. این بحث 65 دلار ربطی به ایران نداره، یه بحث بین المللی است. همه جای دنیا بحثشون اینه که اگر نفت از حدود 65 70 دلار بیاد پایین‌تر دیگه تولید نفت نمی‌صرفد. عنایت بکنید. بنابراین برنامه‌ریزی‌های اقتصادی پیرامون انرژی روی نفت حداقل 65 70 دلار تنظیم شده. نظر آقای وزیر دقیقاً همینه که اگه بیاد پایین به صرفه نیست که دیگه ما نفتمون رو صادر کنیم. اما واسه مدیریت کشور اتفاق افتاده که ما نفت هم نفروختیم، کشور رو اداره کردیم. الان نگاه کنید ما همه فازهای پارس جنوبی رو به مناقصه گذاشتیم و قراردادش رو هم بستیم. منابعش از کجاست؟ از منابع داخل خودمون است. ارتباطی به نفت هم نداره. از منابع داخلی خودمون گذاشتیم 21 میلیارد دلار قرارداد بستیم با مدت زمان کمتر از اون چیزی که شرکت‌های غربی می‌خواستن با قیمت بالاتر برای ما اجرا کنن و منت هم بگذارن. و 29 میلیارد دلار هم گذاشتیم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام گازی کشور و 20 میلیارد دلار هم گذاشتیم برای حوزه‌های مشترک نفتی که به زودی جلسه عقد قراردادهاش برگزار خواهد شد، در حالی که در گذشته ما قراردادهای نفتیمون همه وصل به خود نفت بود. یعنی باید قرارداد می‌بستیم که از فروش نفت به اونها یه پولی بپردازیم تا تسویه بشود. الان از منابع داخلی خودمون داریم انجام میدیم. اقتصاد غیر نفتی ما خوشبختانه به سرعت داره رشد میکنه، صادرات غیر نفتی ما به سرعت داره رشد میکنه. بنابراین هم بحث من درسته هم بحث آقای وزیر، اما در دو موضع متفاوت است. خیلی ممنون. آقای امیری از ایران نیوز، خانم احقاقی از خبرگزاری ایسنا، آقای صادقی هم از خبرگزاری فارس آماده باشه. با عرض سلام خدمت آقای رئیس جمهور و همکاران محترم. جناب رئیس جمهور، من خواستم سوال کنم در مورد قطعنامه آخری که علیه ایران صادر شد. کشورهای مثل چین و روسیه که از قبل موازشون مشخص بود و کاملا مشخص بود چه نظری خواهند داشت، ولی سوالم در مورد کشورهای دیگه است که ایران در سالهای گذشته کمک‌های زیادی بهشون کرده، از جمله بوسنی هرزگوین که مردم ما طلا و جواهراتش رو دست بچه‌هاشون فروختن و کمک کردن به اونا زمانی که اونا مشکل داشتن، ولی اونا حاضر نشدن حتی رأی ممتنع بدن. یکی این. و در مورد نیروگاه بوشهر، با این وضعیت موجود فکر می‌کنید روسیه دو مرتبه شروع خواهد کرد مثل سابق روال گذشته رو پیش گرفتن و پشت هم اندازی؟ ممنون میشم. بسیار خوب، شما فکر می‌کنید دیگه، فرمودید فکر می‌کنید، من چیکار باید بکنم؟ من سوالم اینه که شما اینطوری فکر می‌کنید. خب خیلی خوبه. خب من اظهار نظر کنم. بسیار خوب. ممنون میشم بفرمایید. ببینید ما اگر انتظار داشته باشیم در شرایط فعلی یک کشور و دولتی مثل بوسنی در برابر فشار آمریکا بیسته، ما باید تصور خودمون رو اصلاح کنیم. ما همچین انتظاری نداشتیم از دولت بوسنی، نه اینکه توقع نداشتیم. چرا؟ ما توقع داریم همه شجاعانه در برابر زورگویی بیستن. اما بالاخره دولت بوسنی هنوز حاکمن، اونجا پایگاه دارن، یک ملتی رو متلاشی کردن، یک قوانین و مقررات درهمی برای اونجا نوشتن که معلوم نیست که حاکمه اصلا.
یک کشور ضعیفی که به نیازهای اولیه‌اش محتاجه و هنوز هم ما باید کمک کنیم. بوسنه دوست ماست و ما دوست بوسنه هستیم، اتفاقا ما دوست مظلومین هستیم. بخشی از مظلومین در همین شورای امنیت هستند که صراحتا به ما میگن که بابا ما تحت فشار هستیم. خب ما همه تلاشمون اینه که با کمک خود اونها این فشار رو برداریم که فشار ظالمانه است. ببینید 15 نفر در شورای امنیت رأی دادن، 5 تاشون که از منافع خودشون حفاظت میکنن، میخوان به طور انحصاری انرژی هسته‌ای و حق وتو رو داشته باشن، امتیاز وتو. بسیار، 5 رفت کنار، 3 تا رأی ندادن، میشه چند تا؟ 8 تا. 4 تا کشور هستن که اصلا در حوزه نفوذ دولت آمریکا، دولت آمریکا اونجا پایگاه نظامی داره. خب اینا اگه زورشون برسه اول پایگاه نظامی رو بیرون میکنن، میخوان این کارو بکنن اما نمیتوانن، واقعا نمیتونن این کارو بکنن، نه اینکه نمیخوان. 3 تا هستن که به ما به صراحت اعلام کردن که ما اینقدر تحت فشاریم، حق رو به شما میدیم ولی چیکار بکنیم، فشار میارن. دولت آمریکا دولت زورگو توسعه طلبی است، بسیار حالت تهاجمی داره، اذیت میکنه ما رو، ما نمیتونیم مثل شماها مقاومت کنیم. درستم میگن دوستی ما با ملت‌ها برقرار، ما ریشه مشکل رو دولت آمریکا میدونیم، بنابراین راه رو گم نمی‌کنیم. تا زمانی که سیطره اهریمنی آمریکا بر مجامع بین‌المللی باشه، ملت‌ها این مشکلات رو دارن. البته خوشبختانه این سیطره سست شده، پایه‌هاش الان فرو ریخته و به لطف الهی به طور کامل منهدم خواهد شد. ببخشید جناب رئیس، من می‌خوام سوال کنم که آیا ما نحوه تعامل، نه همون سوالمه فقط، نحوه تعامل اون دیپلماسیمون تغییر میکنه؟ خیلی، ما دوست بوسنی هستیم، ما کمککار مردم بوسنی بودیم، الان هم هستیم، ما با ملت طرفیم. دقت کنید، گرچه بسیاری از اعضای حکومت هم واقعا دلشون با ماست، میخوان کمک کنن، ولی شرایط اونا رو ما باید در نظر بگیریم که چجوری. رأی که اینجوری داده میشه رأی غیر معتبره، ارزش حقوقی نداره، به همین خاطر قابل اجرا نیست. همونه که رأی میدن میگن ما قبول نداریم، خب پس کی میخواد اجرا کنه؟ معلومه بعد آمریکا خودش باید یه تنه تلاش بکنه، اون هم تجربه نشون داده که شکست خورده است. خیلی ممنون. حضرت عالی، در آخرین گفتگوی تلویزیونتون، صداتون رو بلندتر بلندتر صحبت کنم؟ بله بله. حضرت عالی، در آخرین گفتگوی تلویزیونی که داشتید نسبت به برخی برخوردها در جامعه نسبت به طرح عفاف و حجاب انتقاد صریح داشتین، با این حال مقامات نیروی انتظامی هم معتقدن که به دستور رئیس جمهور این اقدام رو انجام دادن و از طرفی هم خب برخی مراجع هم نسبت برخوردها و مواضع انتقاد کرده بودن. میخواستم بپرسم که موضع شفاف دولت و خود حضرت عالی در مورد اینجور برخوردهای قهریه در جامعه چیست؟ خیلی متشکرم. من نشیدم که نیروی انتظامی گفته باشه ما به دستور رئیس جمهور این کارو کردیم. تو طرح گشت ارشاد هم در 4 سال قبل هم این موضوع مطرح شد. اجازه بدید ببینم. همین پاسخ همینجا رو بدید شما. نیروی انتظامی گفتن که به دستور من این کارو انجام دادن؟ گفتن با هماهنگی رئیس جمهور انجام دادن. بله. کجا گفتن؟ تو برخی از مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که انجام دادن. من نشیدم همچین اظهار نظری شده باشه. نظر صریح من همون چیزی بود که در اون گفتگوی تلویزیونی اعلام کردم و الان هم همونو اعلام میکنم. نظر من خیلی صریحه. مباحث فرهنگی کار فرهنگی داره، گروه هایی که سازمان یافته اقدامات تخریبی میکنن، برخورد اطلاعاتی و قانونی خیلی روشنه. کار غیرقانونی هم هیچ کس نباید بکنه.